درود دوستان عزیزم به کانال خودتون خوش آمدید لطفا با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید سپاس احمد خاتمی گفت مردم ایران غلط کردن قصد انقلاب یا رفراندوم داشته باشند این حکومت متعلق به امام زمانه و هر کسی که خودش رو ایرانی میدونه بره گورش رو گم کنه. این خاک مال ما پیروان امام زمان و امت ولایت مداره. نام کشور رو تا ها انتخاب کردن ایران اسم تحریک کننده است. این نام تاغوتی باید به یک نام ولایی تغییر کنه تا بیگانگان تحریک نشن. احمد خاتمی در جلسه این محرمانه با علمای قوم گفته این کشور ولایی متعلق به تمام شیعه های جهانه کسی که خودش رو ایرانی بدونه باید نابود بشه یا خاک ما رو ترک کنه امت ولایت مدار سوری، یمن، بحرین، عراق، لبنان به منابع مالی سرزمین امام که متعلق به اونهاست احتیاج دارن در پایان احمد خاتمی خواهان تغییر نام ایران به کشور ولایت شده به زودی ایرانیان را از ایران بیرون خواهند کرد و ایرانی همچنان خوابه 800 شهید تسلم ذوهم دعما ماديا عبر مؤسستي الانصار در حالی که سهم مردم ایران از فقری که در سایه حکومت بر سرشون آوار شده یاران هزار تومنه و حالا صحبت طرح کوپن برای کالاهای اساسی مردم غزه و کرانه باختری هر سه یک بار بین 400 تا 600 دلار از جمهوری اسلامی کمک مالی دریافت می‌کنند انما يسعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا الا لا يؤمنون بعد اون صحنه اون روز رو به من خداوند نشون دادن ابله تر از ابله جمهوری اسلامی این کاترین رو آورده بودن تو برنامه تلویزیونی که من مسلمون شدم محجبه شدم و غیره حالا نکته اینجاست کجای دنیا تو برنامه تلویزیونیشون یکی رو میارن که دینش رو عوض کرده باشه یا از دین خارج شده باشه و اینا اینقدر خرکیف شده باشن کسی که خداوند بخواد دلش رو برای اسلام گوشاد بکنه راهشم بهش یاد میده بعد با این پارسی روان صحبت کردن کاترین نفهمیدن که چقدر زمان برده که اینقدر روان صحبت میکنه و یاد گرفته و به چه دلیل و چرا تو ایران اومده. جالبتر از همه اینه که این کاترین هم این اسکولهای مذهبی رو شناخته که تو برنامه تلویزیونیشون چی بگه. خانومی که قبلا می مسلمان شده و چند کتاب هم درباره اسلام نوشته است شکتم در وبلاگش که در تایمز اسرائیل ایجاد کرده چهار ماه قبل مطلبی درباره دیدارش با آقای رئیسی در سال 96 می نویسد و اما زن ناشناسی که در زمان به قتل رسیدن محسن فخریزاده دانشمند اتمی جمهوری اسلامی در ماشین در کنارش بوده همان خانم کاترینه کاترین از طریق سیغه شدن با فخریزاده ارتباط برقرار کرده بود و در روز ترور فخریزاده همراه وی از خانه ای که در اون با هم میخوابیدن باز میگشته. کاترین ادعا میکنه که با صد نفر از اعضای سپاه و مسئولین بالا رتبه نظام همخوابه شده و فیلم داره که به زودی پخش خواهد کرد. که ایشون مقاله که نوشته مال قسمت بلاگ های تایم اف اسرائیل یعنی قسمت اصلی تایم اف نیست بلاک توسط حالا ثرد پارتیز، یعنی واسطه ها نوشته میشن و ما اصلا محتواشو تایید نمی و اگر احساس میکنین که مثلا ابیوسی یا سوء استفاده اتفاق افتاده به ما حتی گزارش بدیم یعنی خیلی جای مهمی برای نوشتن نیست تلویزیون حکومت اهریمنی زهاکلی خامنه در اقدامی دست پاچه خبری تهیه کرده و تحت عنوان خبر کذب زن نفوذی یهود منتشر کرده لازم به ذکر که همین تلویزیون در آبان 98 می گفت اده اشرار و ارازل و تجزیه طلب زخمی و دستگیر شدن و در ساقط کردن هواپیمای اوکراینی تا یک هفته می گفتن به خاطر مسائل فنی سقوط کرده و حتی گلوله خوردن ندا آقا سلطان رو که در برابر چشمان جهانیان پخش شد دروغ می خوندن. رصد 24 ساعته اخبار و محتوای جعلی رو ایجاد کردیم و پاسخگویی برخط و اطلاع رسانی اسادیق به دستگاه های مرتبط از جمله این اقدامات بوده که طی هفت ماه گذشته انجام شده خونشویی و مالکشی بخشی از دستگاه تبلیغات سیستم روسی ولایت کلیپ های همخوابگی سران نظام با کاترین اسرائیلی به زودی منتشر میشه تا برای بار دیگه پوزه بیت سالاران دیکتاتور پیر به خاک مالیده بشه. قانون الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات شورای عالی فضای مجازی میگوید ارتقای سواد مجازی و آگاهی جامعه برای مواجه با اخبار خلاف واقع ضروری است. با توجه به شرایط وخیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جمهوری ننگین اسلامی و حراس لحظه به لحظه حکام جمهوری اسلامی از سقوط به خودشون توسط مردم سیهروز و گرسنه و جان به لب آمده ای ایران این بار شرکای جمهوری آدمخوار اسلامی به یاری شتافتند تا با یک خوراک خبری داغ برای مدتی امت گیج و همیشه در صحنه رو مشغول کنند فرقه تبهکار و اشغالگر اسلامی در این زمان بیش از هر زمان دیگه‌ای نیاز به یک نمایش و به اصطلاح بمب خبری داشت جالب این که اربابان و شرکای آشکار و پنهان جمهوری کثیف اسلامی شرایط اسفبار رژیم آخوندی رو بهتر از خودش درک کردند و این بار برای سرگرم کردن مردم ایران به جای یک بمب خبری و یک نمایش یک سریال صد قسمتی با موضوع جاسوسی و نقش آفرینی کاترین رو آماده کردند تا مردم ایران طبق معمول برای ها سرگرم باشن و به کاترین و اخبار و موضوعات پرنش با مسئولین پلید رژیم نکبت اسلامی بپردازند و ملایان جنایتکار حاکم بر ایران نیز در این مدت آسوده خاطر باشند و به راحتی از ورطه سقوط و سرنگونی رهایی پیدا کنند من معترضم این پروانه نمایش فیلم لمینور منه فیلم اخیر منه این شیر نیست گوش نیست که بگی که تاریخ گذشته شما به من پروانه دادید پروانه نمایی دادید چرا زیر قول خودتون میزنید مرد نیستید مردانه رفتار کنید همه فیلم های من رو کردید یکی از فیلم های من رو اصلا مفقود کردید داریوش مهجویی سازنده فیلم های گاو آقای حالو اجار نشین ها لیلا هامون سنتوری و غیره اینطور لرزان از دست تصمیم های وزارت ارشاد آسی شده شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم شما دارید فیلم من رو قضاحت میکنی شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ خامنه ای درخت کاشته و گفته درخت کاری یک کار دینی و انقلابیه البته از اینکه در 43 سال گذشته 80 درصد جنگل ها و منابع طبیعی کشور از بین رفته و هرچی دریاچه و طالاب و رود داشتیم یا خشک شده یا در حال خشک شدنه چیزی نگفته. 50 درصد از این تخریب زیست محیطی فقط در دوره رهبری خودش رخ داده و اما خبرها حاکی از اینه که خامنه ای در حال مرگه. کاهش وزن شدید خامنه ای نسبت به سالهای قبل که او را در حال نابود شدن نشان میده قطعا صحبت خواهم کرد و خواهم گفت که چرا برخی از دوستان برخی از عزیزان خیلی مصر هستند بر تصویب و تبدیل شدن این تر به قانون برای اینکه بخوان این کمیسیون عالی رو در دست خودشون داشته شد. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس در برنامه زنده تلویزیونی گفت طرح سیانت تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازیه دلیل اینکه این, که این دیکتاتوری داره شکل میگیره تحت عنوان یک قانون گذاری برای تسلط بیچون و چرای این کمیسیون بر فضای مجازی کشوری که مقام معظم رهبری اون رو در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار داده رو عضو کمیسیون طرح سیانت میگه طرفداران سیانت میگن چه اشکالی داره شبیه کره شمالی بشیم کلا الان ما شدیم نتیجه عمل لقاه دیکتاتورهای جهان جناب خامنه ای هم شده مثل همون شاگرد مدرسه که سر امتحان از همه تقلب میگرفت هر چی که دیکتاتور هست و بوده در جهان جناب خامنه ای داره ازشون بدترین ها رو تقلید میکنه خامنه ای مرجع تقلید پیروان خودشه پوتین و چین هم مرجع تقلید خامنه ای هستند. حالا جالب اینجاست یک جوری میگن رئیس جمهور اوکراین کمدین بوده انگار خمینی قبل از انقلاب داشت از رساله دکتراش در دانشگاه ژئوپلیتیکی دفاع میکرده یا اینکه سردار دلهاشون قبل از انقلاب بنایی میکرده اولین وزیرشون رجایی دستفروش بوده رئیس جمهور الانشون دانش آموز کلاس ششم بوده شهردارشون راننده تاکسی بوده یا اینکه رهبر تو قبرستون بالای سر مرده ها روزه میخونده برای دوزار انعام قدرت نمایی تازه سپاه پاسداران همزمان با مذاکرات احیای برجام نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه روز پاسدار و همزمان با مراحل نهایی مذاکرات احیای برجام در وین از دو پایگاه موشکی و پهبادی رونمایی کرد. به نوشته رسانه های نزدیک به سپا، همچون فارس و تصنیم این پایگاه های تونلی در دل کوههای مرتفع ساخته شده و محل نگهداری سامانه های موشکی زمین به زمین با تجهیزات پیشرفته و نیز پهبادهای تهاجمی نفوذپذیر در شبکه های راداری و پدافندی دشمنه. به ادعای رسانه های حکومتی این اولین باره که نیروی هوافضای سپاه از یک پایگاه زیرزمینی پهبادی رونمایی میکنه آنها نوشتند که در این مراسم پهبادهایی با برد 2000 کیلومتر سکوهای پرتاب موشکهای دو فروندی و سکوهای پرتاب چند فروندی پهباد به نمایش گذاشته شد امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در این مراسم گفته قدرت آتش موشکی و شلیک های همزمان ما بیش از 6 تا 7 برابر شده و فاصله آمادگی برای شلیک هم بسیار کاهش پیدا کرده و این در حالیه که مراسم رونمایی از پایگاه موشکی و پهبادی سپاه پاسداران در حالی برگزار شد که مذاکرات برای احیای توافق برجام در وین به مرحله سرنوشت سازی رسیده مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز شنبه چهاردهم اسفند به تهران سفر کرد تا به موازات مذاکرات هسته‌ای در وین با مقام های سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کنه. به نظر میرسه هدف نیروی هوافضای سپاه پاسداران با رونمایی از پایگاه های جدیدش قدرت نمایی تازه و مشابه آن چیزی باشه که در زمان برجام اتفاق افتاد. اردیبهشت بهشت 1396 حسن روحانی در جریان کاندیداتوری برای دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری گفته بود برخی آمدن و تصویری از شهرهای زیرزمینی نشان دادند که برجام رو برهم بزنند و همچنین روی موشک شعارهایی نوشتند تا برجام رو برهم بزنند. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.